سلام بچه‌ها، به ویدیو جدید ما خوش اومدید. من امیرحسین قبرنژادم و اینجا در سینوفن. توی این ویدیو می‌خوایم درباره یوکاریوت و پروکاریوت صحبت بکنیم، تفاوت‌هاشون رو بگیم و بررسیشون بکنیم. یه مبحث خیلی جذاب با نکات خیلی مهم. حتما ادامه ویدیو همراه ما باشید. فقط لطفاً کانال رو سابسکرایب بکنید و این ویدیو رو هم اگه خوشتون اومد لایک بکنید. بریم سراغ ادامه ویدیو. قطعا میدونید که جاندارا یا یوکاریوت ها یا پروکاریوت، حالا اینها یه سری تفاوت هایی با هم دارن و ممکنه سری شباهت هایی با هم داشته باشن، اما بیشتر با هم دیگه تفاوت هایی دارن که خیلی مشخصه و واضحه که حالا ما قراره از نظر نوع غشا، ساختار غشایی، لایه هاش و اینکه اندامک هاش، اینکه چه تفاوت ها و شباهت هایی دارن، ماده وراثتیشون، اینکه چه امکاناتی دارن، چه مزایایی دارن، تمام اینها رو قراره که با هم بررسی بکنیم و ببینیم که دقیقاً میشه گفت چه ویژگی های هر کدومشون دارن. بریم سراغ توضیحاتی که قرار بدیم دربارش و نکاتش رو خدمتتون بگیم. همراه من باشید. خب، ما طرف سمت راست این تصویر میتونیم ببینیم که یوکاریوت ها هستن و سمت چپ هم پروکاریوت ها، که همونطور که دقت میکنید میبینید که این تصویر تصویری باکتریه، بنابراین همه باکتری های ما پروکاریوت هستن و به صورت مستقل فعالیت میکنن، یعنی به صورت تک یافته ای هستن. تفاوت که خیلی میشه گفت مشخصه، با اول نگاه میتونید رو متوجه بشید، این هستش که شما اولا میبینید که اینجا چقدر تنوع وجود داره، تنوع اندامک ها و شکل و ظاهرش میبینید که چقدر متنوعه، اما توی باکتری ها ما یه نوکلئوئید داریم یا دی ان ای یا دی ان ای که ماده وراثتیش هست، یک سیتوپلاست و ریبوزوم که حالا پیلوس و کپسول و اینها هم جزء ویژگی های باکتریه، ولی به طور کلی پروکاریوت ها یه سری سادگیشون خیلی سادن، یعنی ظاهر خیلی ساده ای دارن نسبت به یوکاریوت ها. از نظر داشتن یا نداشتن هسته، تو یوکاریوت ها ما هسته رو داریم ولی توی پروکاریوت ها نداریم. طبقه بندی جاندارانشون بچه‌ها، نوع جانداران که همه باکتری ها پروکاریوت هستن، ولی توی یوکاریوت ها ما آغازیان، قارچ ها، گیاهان و جانوران رو داریم که حالا به صورت تک یا پریاخته‌ای دارن و هم فعالیت میکنن. پس اولین تفاوتی که بین یوکاریوت و پروکاریوت بود داشتن هسته بود، که توی یوکاریوت ما هسته و هستک رو داریم، این دوتا مورد، این هسته هست و این هستک. هسته به صورت دو غشاییه و میتوکندری هم همینطور، یعنی دو غشایی هست. اندامک های غشادار در یوکاریوت ها فقط دیده میشن، تو پروکاریوت ها ما اندام غشادار نداریم، اندامک غشادار ببخشید. در خصوص تکیاخته یا پریاخته‌ای، یعنی تکسلولی یا پرسلولی بودنشون هم ما اگه دقت بکنید، باکتری ها خب بیشتر فعالیتاشون، یعنی همه باکتری ها همشون تکیاخته‌ای هستن و تکسلولی هستن، ولی توی یوکاریوت ها بسیاری از آغازیان و برخی از قارچ ها که مثلا بخوایم مثال بزنیم مخمر ها جز تکیاخته ای ها به حساب میان و بقیه یوکاریوت ها، یعنی گیاهان، جانوران و حالا برخی از آغازیان، به صورت پریاخته ای هستن. از نظر نوع دی ان ای ما همونطور که حالا توی زیست شناسی 12 خوندید، پروکاریوت یعنی باکتری میشه گفت دی ان ایش از نوع حلقویه و توی پروکاریوت ها پس ما نوع دی ان ای به صورت حلقوی مشاهده میکنیم. توی یوکاریوت ها دی ان ای هسته، بچه‌ها دی ان ای که درون هسته و هستک وجود داره به صورت خطیه، اما درون سیتوپلاسم میتونه دی ان ای حلقوی هم دیده بشه، یعنی درون میتوکندری میتونه دی ان ای حلقوی باشه، که دی ان ای حلقوی هست. اگه خاطرتون باشه توی زیست شناسی 11 ما در ساختار نوکلئیک اسید ها، یعنی ماده وراثتی دی ان ای، هیستون ها رو هم داشتیم. توی یوکاریوت ها پس ما هیستون داریم در ماده وراثتی، ولی
توی پروکاریوت ها ما نداریم، یعنی پروتئین های مشابه هیستون هستن، نه خود هیستون، که عملکرد مشابه هیستون دارن. از نظر تعداد فامتن های اصلی توی پروکاریوت ها ما یک عدد فامتن داریم، ولی توی یوکاریوت ها بیش از یک عدد، و از نظر تعداد فامتن هاشون پس این تفاوت داره. از لحاظ داشتن پلازمید یا دیسک، پروکاریوت ها معمولا پلازمید دارن، ولی توی یوکاریوت ها فقط تو بعضی از قارچ ها مثل مخمرها دیده میشه. تنفس یاخته یا تنفس سلولی توی پروکاریوت ها وجود داره، توی یوکاریوت ها هم وجود داره. یکی از شباهت هایی که بین هر دو اینها دیده میشه، هم پروکاریوت ها هم یوکاریوت، تنفس یاخته ای هست. فتوسنتز توی بعضی از باکتری ها مثل سیانوباکتری دیده میشه که پروکاریوته، و توی یوکاریوت هم توی گیاهان دیده شده، توی بسیاری از گیاهان. خب ما همونطور که میدونید یه سری گیاهان میشه گفت گیاهان انگلی بودن که فتوسنتز نمی کردن اصلا، ولی یوکاریوت بودن. و بعضی از آغازی ها مثل جلبک ها فتوسنتز می کردن. نوع تولید مثلشون، بچه ها باکتری ها که پروکاریوت بودن فقط غیر جنسی بود، ولی توی یوکاریوت ها که شامل اون چهار دسته می شدن هم جنسی و هم غیر جنسی دیده می شد. از نظر ریبوزوم یا رناتن، هر دوشون ریبوزوم دارن، و همونطور که شما توی این شکل می بینید بچه ها، ریبوزوم یوکاریوت هم از نظر تعداد بیشتره و هم از نظر اندازه بزرگتر از پروکاریوت هاست. توی پروکاریوت ها هم تعدادشون کمتره و هم اندازه کوچکتری نسبت به ریبوزوم یاخته‌های یوکاریوتی دارن. اینجا ما انواع اندامک ها رو میبینیم، میتوکندری رو میبینیم، لیزوزوم رو میبینیم، جسم گلجی رو میبینیم، حالا هم زبر و هم صافش رو میبینیم، ببخشید شبکه اندوپلاسمی زبر و صاف رو میبینیم، اینجا جسم گلجی رو میبینیم، پراکسیزوم رو میبینیم، دیگه اسکلت سلولی رو ما اینجا داریم میبینیم، ریبوزوماش رو میبینیم، محیط سیتوزول هست که سیتوپلاس به همراه اندومک ها درش قرار گرفته، هسته و هستک رو مشاهده میکنید که از ویژگی های نمیشه گفت یاخته جانوریه که به صورت کامل اینجا قرار گرفته. حالا یاخته های گیاهی یه سری تفاوت های دیگه هم دارن، مثلا واکوول دارن، حالا تو آغازی ها مثلا واکوول زرباندار دیده میشه، یا حتی میشه گفت موجک یا تاجک دارن. به هر حال این ویژگی های هستش که تو هر یاخته تو هر گروهی میتونه متفاوت باشه. توی پروکاریوتا که باکتری مثالش بود، پیلوس رو دیدیم، کپسول رو دیدیم و دیواره سلولی رو دیدیم، قشای پلاسمایی رو دیدیم، نوکلوئید یا دی ان ای، سیتوپلاسم، ریبوزوم و تاجک رو ما اینجا مشاهده کردیم که میشه گفت جزء بخش‌های مختلف باکتریان. البته ما پیلوس یا کپسول رو توی پیلی یا پیلوس هم میگن، یا کپسول رو توی همه باکتری‌ها نمی‌بینیم، تاجک رو روی همه باکتری‌ها نمی‌بینیم، اینها میتونه متفاوت باشه. در هر صورت این تفاوت ها و شباهت هایی بود که به طور کلی اگر بخوایم مقایسه بکنیم با کل اطلاعاتی که تا الان درباره یاخت های مختلف میدونستیم، اینها رو با هم مقایسه کردیم. خب بچه ها، ویدیو ما به اتمام رسید. امیدواریم که خوشتون اومده باشه از ویدیو، امیدواریم که مطلب به خوبی بیان شده باشه و به خوبی یاد گرفته باشید تفاوت بین یوکاریوت و پروکاریوت رو. اگه خوشتون اومد از این ویدیو، حتما چنل ما رو سابسکرایب بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید، و اینکه خیلی خوشحالیم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید و همراهی شما خیلی برای ما ارزشمنده. قسمت‌های بعدی ما رو از دست ندید، جمع‌بندی‌های بیشتری رو خواهیم گذاشت توی چنل که به صورت رایگان بتونید از اون استفاده بکنید. از وبسایت ما، یعنی وبسایت آرسینوفن هم میتونید مشاهده بکنید، بازدید بکنید و توی دوره‌ها ثبت نام بکنید. دوره‌های خیلی متنوعی داریم که اونجا میتونه به دردتون بخوره. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، موفق و پاینده باشید.